آقا قبلش من تبریک میگم بابت قهرمانی که در سوپر جام به دست آوردین. در مورد بازی صحبت کنین. دو تا فینال داشتین آقا این کونام، یکی با استقلال بوده که تو فوت قرار میگیره دیگه به که شما باید اونجا به موفقیت. نکته ای که خیلی مهمه که یه بازیه، شما باید تمام توانتون رو بذارید تا بتونید به پیروزی برسید. این که تیم استقلال هست، پرسپولیس هست، تیمای دیگه هستن، همه قابل احترامن، ولی برها شما دو تا تیم باید تلاش کنید که به موفقیت برسید. این کاری بودش که ما دیروز تونستیم انجام بدیم و دیروز هم بعد از بازی من گفتم تبریک میگم به مردم خوزستان، باشگاه بزرگ طولاچون، واقعا لیاقتش رو داشتیم. ما سالهای خوبی رو کنار هم دیگه گذرونده بودیم و کمترین لیاقتمون بودش که بتونیم این جامو بگیریم. خیلی عمالی. فرزاد حاتمی هم آقای نکونام اینجا حضور داره. من دوست دارم فرزادم تو این گفتگو شرکت کنه. خود سوالی از آقای نکونام داریم؟ میدونم که سالا با هم دیگه بازی کردیم، به تفکراتش آشنا هستی، کنار هم بودیم تو زمین. سلام از من خدمت کاپیتان عزیز، امیدوارم که همیشه اینجوری جام‌ها رو درو کنی آقا جواد. خیلی خیلی خوشحال شدم دیروز بالاخره دومین جام تو عرصه مربیگری هم آوردین. و قربان فرزاد جان، فرزاد که بچه‌ی شیرین فوتبال ایران و فوتبالیست واقعا قابلیه، به خاطر همین تو هر تیمی هم که میرفتش، تیمای زیادی هم که بازی کرده، به خاطر تواناییش بوده، مطمئن باشید. دقیقاً. خب سوالی داری از آقا جواد؟ نه، این سبک مربیگری و بالاخره از آقای کیروش احساس می‌کنم هر چی آقای کیروش داشت آقا جواد همیشه یادداشت می‌کرد و تو این بازیایی که بالاخره اینجوری حذفی هم و یه برنده باید داشته باشه، مطمئنا من قبل از بازی هم گفتم این بازی رو میبره فولاد، چون واقعا من میدیدم چجوری یادداشت میکرد موقع آقای کیروش وقتی مربیمون بود و به نظرم شاگرد اول آقای کیروشه. خب خودتون آقای نکونام در مورد صحبت های فرزاد، البته من دیدم که یه مسابقه هم کردین، گفتین که نه کیروش نه، بیشتر سبک کار سیمونه هست که در واقع الگوی کاری من هست. ببینید، این که در من از آقای کیروش الگو برداری کرده باشم قطعا درسته، این که فرزاد میگه کاملا درسته، من ولی این که من بخوام بگم نه من یه کپی کردم کاری انجام میدم، نه. ببینید، من با خیلی از مربی ها کار کردم، من از جان فرانکو زولا هم کار یاد گرفتم که حدود 6 ماه شاگردش بودم تو العربی و من خیلی از نکاتی رو که یاد گرفتم زمان آقای کاماچو یاد گرفتم، زمان آقای مندیلیوار یاد گرفتم. بله، به خاطر اینکه من اون موقعی که بازی میکردم علاقه داشتم به این کار و شروع میکردم به یادداشت کردن تمرینات. اینم خدا حفظ کنه استاد آقای فراکی، هر جا هستم آرزوی سلامتی میکنم واسشون. من سالی که شاگرد بلازویچ بودم، ایشون به من گفتش که تمرینات آقای بلازویچ رو یادداشت کن و من از اون موقع شروع میکردم به نوشتن در مورد تمرین ها و اینا. خیلی کوچولو بودم، بالاخره اون موقع من 19 سالم بودش، ولی اینو باید میگم حالا در 10 تا تمرین یه دونش رو شاید میشستیم یه شکلی میکشیدیم یه چیزی میکشیدیم که متوجه بشیم، ولی بعدها که اومدیم جلو، هرچی جلو رفتیم این مقدار علاقه بیشتر شدش و من از سال 2010 که اولین مدرک مربیگریمو گرفتم دیگه شروع کردم به نوشتن و یادداشت کردن تمرینات. حتی من تمرینات کل یه فصل و اساسنامه دارم به تاریخش. علاقه بود که داشتم به این کار و دوست داشتم توی این کار بمونم و فکر نمی کردم که بخواد چه اتفاقی بیفته، فقط به این فکر می کردم که باید مربی بشم، زحمت بکشم، تلاش کنم و امیدوارم که بتونم در آینده موفق باشم. الان هنوز اتفاقی نیفتاده، تازه اول راه من 4 سال مربیگری کردم، توی 2 تا تیم مربیگری کردم. فقط دوست دارم به موفقیت برسم، مثل دوران بازیگری بتونم موفق باشم. نکته این که خیلی واسه همه مربی ها مهمه اینه که کار کنن و زحمت بکشن دیگه، در انتها باید ببینیم یعنی چه اتفاقی واسه تیم ها میفته. بله آقا.